یه آهنگ دیگه معروف جاز اسمش هست کاروان. از اول سازنده آهنگش دیوک الینگتون میخواسته این آهنگ مثلا سبک عربی باشه، یعنی که یکم شبیه تر به فارسی. البته موسیقی جاز وقتی اجرا میکنن همش ریتم آمریکای جنوبی میذارن، درسته؟ اونا هرچی غیر غربی باشه درسته دیگه، میشه غیر غربی، همش اینه همه دیگه. ولی من اولا متنش رو عوض کردم، متن در مورد ایران گذاشتم. یعنی شعرش رو دوباره خود بازنویسی کردی کاملا؟ خب فقط آهنگشی که بعد ریتمشم ریتم ایرانی گذاشتم. بشنویم بعد. Come amongst the poets we will go where words of wisdom they bestow from east to west in Persian land. Majnun and his lovely Leen. He loved her though she was ugly. Forever in those Persian lands. Storytellers of old tell of Rustam the bold, killed his only son. Fill our glasses up with wine and journey through the ancient rhyme of love and war in Persian lands. Forever in those Persian lands. From east to west in Persian lands. خیلی ممنون، خیلی عالی بود. خیلی ممنون. حالا یکم توضیح میدی که این شعرش که خودت نوشتی چی گفتی تو شعرش؟ تو شعرش در مورد شعرخونی ایران گفتم دیگه، در مورد لیلی و مجنون مثال بردم دیگه، لیلی و مجنون. اولش که میگم که بیایی بریم میون شاعران ایران، درسته؟ بعدش یه مقدار در مورد لیلی و مجنون میگم و بعد در مورد شاهنامه. آخرشم که میگم بیایی تا مید از ساغر اندازیم. اون ترجمه کردم شد انگلیسی. پس حسابی سعی کردی همه یه چیزای ایرونی رو که همیشه همه بهش افتخار میکنن اینکه جوری بله، جا بدی. بله، این شعر بله. الانم توی ببخشید باز اسم جنگ میبرم، ولی تو این محیط که همش از ایران بد میگن، خب مهمه برام کم از ایران تعریف کنیم. خب سانه جون از کارهای ایرونیت گفتی، حالا با موسیقی غربی هم کاری کردی؟ موسیقی غربی که بله، میگم که جاز اجرا میکنم با نامزد خواهرم هم که اونم یکم موسیقی میسازه، اون موسیقی غربی، یعنی با موسیقی به انگلیسی میگن دانس میوزیک. دانس میوزیک یعنی موسیقی که با کامپیوتر درست میکنن توی کلوب های نمیذارن، البته یکم ملایم تر از اونه. ولی من خواست یه شعر ایرانی رو آهنگ بخونم، شعر افغانی. خب دو خط خوندم. چشم سیاه داری قربانت شبم من، خانه کجا داری مهمانت شبم، خانه کجا داری مهمانت شبم من. همین نقاطی کردیم. اینم باز توضیح بدم که تو انگلیس زیاد غیر عادی نیست. لندن مثلا خب میگن که 300 تا فرهنگ مختلف تو لندن هست، همه این تو چیزا رو قاطی میکنن. عربا خوب کارشون گرفته، اینجوری شعر عربی رو با زمینه موسیقی غربی قاطی میکنن. اینی که اینم بخشی از اون میشه حساب کرد. حالا برای خودت خوندن انگلیسی راحت تره، آواز خوندن انگلیسی راحت تره یا فارسی؟ انگلیسی. اون تکنیک شعر خوندن ایرانی رو من بلد نیستم. من شعر خوندن انگلیسی رو یاد گرفتم. تکنیک آواز خوندن ایرانی که چهچه میزنن من بلد نیستم. بعدم نمیاد یاد بگیرم. حالا یکم وقتم بیشتر بشه دنبالش میرم. تو برنامه های آینده هست. بله. خب میبرم یه روز بیا اینجا برامون چهچه بزنیم. آواز ایرانی بخونی. مرسی. موفق باشی.